داستان داریم چه داستانایی. سلام بچه‌ها، اگه به مبارزات بوکس، MMA، مویتای یا این گفته علاقه دارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید. من هر روز گزارشاتی از این قبیل توی کانالم قرار میدم. موضوع امروز ما مربوط میشه به پهلوان سجاد غریبی. سجاد غریبی پس از مبارزه مزخرفی که قرار بود اتفاق بیفته و خدا رو شکر جلوش گرفتن، یه حریف جدید برای خودش پیدا کرده، یه حریف از قزاقستان. البته حریف اومده سجاد رو پیدا کرده، خب سجاد هم از خدا خواسته حریف رو گرفته. اسم این حریف هم هست جومانوف آلمات، ملقب به تایتان قزاق. خب یه سری از ویدیوهای شورتی که توی اینستاگرام این برنامه شاید دیده باشید از این آدم پخش شده، داره مارتین رو به مبارزه دعوت میکنه. بعد این به نظر من یه حریف قابلی هست برای مستر دنبه، چرا که به هیچ وجه جفتشون با هم دیگه به مارتین فورد نمیخورن. این دوتا رو با هم بندازن، مارتین فورد رو تک بندازن، باز من میگم مارتین فورد هم لول جایگاه بالاتری داره، هم واقعا ورزش کرده، یه ذره عضله تو بدنش وجود داره، جدا از تمام اون که مثلا توی فیلم بازی کرده، آدم مطرحیه، خیلی سرشناسه، کاری به اونم ندارم. از لحاظ فیزیکی بدنی خیلی آماده تر از این دوتا اینفلوئنسر عزیز هست. ای سجاد، I'm real Hulk. Fight with me. You and Martin Ford course. Let's fight. قبلا گفتم هیچ وقت برای پول نمی جنگم، هیچ وقت. فقط الان به اینو خالصانه اعلام می کنم، اگه سجاد غریبی نفس فصل می کشه فقط به عشق ملت ایران، اگه داره زندگی می کنه به عشق ملت ایران، اگه داره این مسابقه رو می خواد بره، مسابقه که حالا جایگزینش فورد هست و حالا هر کسی دیگه که باشه، من به بوکس سال اعلام کردم، فقط به عشق ملت ایران هست. من جانم فدای ملت ایران، همیشه سرباز کشورم. ای سجاد، я здесь настоящий Халк. Ты не настоящий, я Халк, Казахстан. Let's fight, I am Халк. Let's fight, I am Халк. No, you.